به نام خداوند بخشنده و مهربان، با سلام و عرض ادب خدمت شما بیننده‌های عزیز شبکه هدفمند نگین الغیاث. خوش آمدید به یک دیگه از برنامه‌های دانشگاه سر. بنده و مدرن حقیقی در خدمت شما عزیز قرار دارم. خواهم طوری که در جریان این بحث ما بود، محاسبه حجم اجسام دورانی از ریاضی صنف 12 صفحه 211 و 212 کار شد، 213 و 214 هم کار شد. آمدین به صفحه 215. مثال اول گفته که حجم جسمی را که از دوران مساحت بین منحنی y مساوی به x مربع، y مساوی شده به x مربع و خط y مساوی به 1 حول محور y پیدا کنید. و خط y مساوی به 1 حول محور چی؟ محور y. خب ببینین، وقتی ما میخواییم که حجم اجسام پیدا بکنیم، حجم اجسام دورانی، ما فرمول برای شما گفته بودیم حجم اجسام دورانی V مساوی میشه به انتگرال پای اف اکس کل مربع دی اکس. از A تا به B ای در صورتی که چه کار بشه؟ همین جسم ما به دور محور X بگرده. حالا اگر به دور محور Y بگرده چه کار میشه؟ میشه V مساوی میشه به انتگرال از A تا به B پای F X. دیگه نمیگین، میگین F Y کل مربع ایران دیگه D X نمیگین، میگیم چی؟ D Y. خب به چی معنا؟ به این معنا وقتی که مساحت ما میایه به دور محور X میگرده، یعنی یک ساحر ما در نظر میگیریم، بر فرض مثال همین ساحر در نظر میگیریم، اگر بیایه بم دور محور X بگرده، به دور محور X بگرده، حجمی و شکلی رو را میتونیم بگیم که همین رقم یک شکل میشه. وقتی خواسته باشه ما حجم این شکل حساب بکنیم که به دور محور X چرخیده، وقتی خواسته باشیم حجم از این شکل پیدا بکنین، از این فرمول استفاده میکنین. حالا اگر مثلا شکل ما به این رقم باشه، این به دور محور Y بچرخه، به دور محور Y بچرخه، شکل ما تقریبا همین رقم میشه. حجم از این اگر خواسته باشیم پیدا بکنین، فرمول که دارین به این شکل. حالا در این سوال گفته حجم جسم را شکلار دیگه موضوعات توضیح بدادم. در سوال گفته که حجم جسم را که از دورانه جسم را که از دورانه حجم جسم را که از دورانه مساحت بین منحنیه مساحت بین منحنیه مساحت بین منحنیه تابعه y مساوی به x مربع، نزدیکتر نوشته میکنم، y مساوی به x مربع، این قسمت پاک میکنم، y مساوی به x مربع و خط y مساوی به 1 حول محور وای به دست بیارین. حول محور وای را به دست بیارید یا حساب کنید. را به دست دارید. خب گفتیم که وقتی که حول محور وای میگه، پس علامت انتگیری ما میشه دی وای. فرمولی که داره اینه، V مساوی میشه به انتگرال از A تا به B پای F Y کل مربع D Y. خب حالا متوجه باشین، ما وقتی بخواییم که حجم جسمی که از دوران مساحت بین منحنی تابع Y مساوی به X مربع و خط
وای مسایی به یک حول میبره وای حساب بکنین فرمول برای حجم انمی فرمول مانه. حالا وقتی ما میگین اف وای در حقیقت مسایی به چیه؟ مثلا ما میگین که وای مساوی شده به چی؟ اف اکس. اکس مساوی به چی میشه؟ اف وای. خب حالا اینجا اف وای ما مساوی به اکسه. خب ما چیکار میکنین؟ بیاین به فرمول اکس وقتی که دریافت بکنین، وقتی بیایم از اینجا ما اکس دریافت بکنیم، از دو طرف چیکار میکنین؟ از دو طرف ما جذر میگیریم. به خاطر چی؟ به خاطر که ما وقتی که در فرمول وقتی میخواییم حجم اعصام دورانی به دوره میبره وای حساب بکنیم، متحول انتگرال گیری ما دی وایه. یعنی ما وقتی متحول انتگرال گیری میگیم دی وای، یعنی انتگرال ما نظر به وای میگیره. و اینجا وای وقتی وای مساوی به اکس مربعه، اینجا ما وقتی انتگرال نظر به وای میگیریم، یعنی وای ما به عنوان متحول در نظر میگیریم و اکس به عنوان تابع در نظر میگیریم. وای ما به عنوان متحول در نظر میگیریم و اکس به عنوان چی در نظر میگیریم؟ به عنوان تابع در نظر میگیریم. حالا ما چی کار میکنیم؟ پس این میشه به شکل هم نوشته بکنیم که وی مساوی میشه به انتگرال از ای تابع وی پای اف وای مساوی به چیه؟ اکس. میشه این رقم نوشته کنیم اکس مربع، چون برای حجم اجسام دورانی به دوره میبره اکس، با میگفتیم وای مربع. حالا اینجا میگن اکس مربع، اف وای یعنی اکس مربع هست مربع. این چی داره؟ دی وای هم که داره. سرادای انتگرال رو هم تعیین میکنیم که از کجا تا کجا باشه. حالا گفته حول میبره وای و خط وای مساوی به یک، پس از صفر تا به یکه. پس میایم چیکار میکنیم؟ نتیجه نهایی وی مساوی میشه به انتگرال پای به جا اکس مربع نوشته میکنیم وای دی وای. سرعت انتگرال گیری هم شد از صفر تا چی؟ یک. فقط یک ساده میسازیم وی مساوی میشه پای عدد ثابت از انتگرال خارج میشه، پای انتگرال صفر تا یک وای دی وای. چون ما انتگرال نظر به وای میگیریم، پس توان وای میایم جمع یک میکنیم به مخرج هم نوشته میکنیم. توان وای چنده؟ یک. جمع یک که بکنیم یک جمع یک، و مخرج هم نوشته میکنیم یک جمع یک. خب حالا مثبت نوشته نمیکنیم، چون انتگرال ما چی اینجا؟ انتگرال ما معینه. ضرب در پای هم میکنیم، کل از این ضرب چی میکنیم؟ ضرب پای. حالا میگیم از چند قیمت گذری میکنیم؟ از صفر تا چی؟ تا یک. خب یک ساده بسازیم. شما فهمید یک جمع یک دو میشه یک بر دو، پس میشه یک بر دو پای. این جمع میشه چی؟ وای مربع. خب حالا از صفر تا به یک میایم به جا وای یک میگذاریم. یک بگذاریم یک مربع بکنیم میشه یک. یک ضرب یک بر دو پای بکنیم میشه یک بر دوی پای. حد بالا میگفتیم منفی حد پایین. به جا وای که صفر بگذاریم صفر مربع بکنیم، صفر ضرب یک بر دو پای هم بکنیم صفر. پس نتیجه نهایی، خب یک که ضرب پای بکنیم پای تقسیم دو بکنیم پای بر دو. پای بر دو میشه حجم جسمی که از دوران مساحت بین منانی تابع وای مساوی به اکس مربع و خط وای مساوی به یک حول میبره وای به دست میایه. اگر ما بیایم گراف از این رسم بکنیم چه شکله؟ خب شما میفهمین که وای مساوی به اکس مربع پارابولایی که گراف به این شکله. حالا همین که بیای به دوره میبره وای به چرخه، این رقم یک شکله میشه. حجم از این اگر خواسته باشه حساب بکنین از صفر تا به یک، حالا فرض کنیم که این نقطه هم باشه یک، وای مساوی به یک اگه خواسته باشه انمی حجم حساب بکنین، انمی حجم برابر میشه به چی؟ برابر میشه به پای بر دو. مثال اول صفحه 215. خدا کنه که عزیزای ما که درس تعقیب میکنن فهمیده باشن. مثال دوم هم کار میکنیم تا بحث بهتر بفهمن و بیشتر درک بکنن. یک بار دیگه هم کوشش میکنم که سوال بگم. در سوال گفته که حجم جسمی را که از دوران مساحت بین منحنی تابع وای مساوی به ایکس مربع و خط وای مساوی به یک اول میبره وای را به دست آورید. خب ما گفتیم وقتی میخواییم حجم اجسام دورانی به دور میبره وای حساب بکنیم، فرمولی که برای محاسبه رو داشتیم وی مساوی میشه به انتگراله انتگرال معین از ای تا به بی پای اف وای. اف وای یعنی همون اکس. میتونیم بگیم اف وای کل مربع، میتونیم بگیم اکس مربع دی وای. خب وی مساوی شده. حالا ما اینجی وقتی که ما میگیم اف وای، اف وای یعنی اکس. خب متوجه به این نکته باشین، با توجه به این که اف وای یعنی اکس، پس اگر ما اینجی اکس بگذاریم اکس مربع، خب ما به جا اکس مربع چی داریم؟ وای داریم.
پس x مربع به جای x مربع هم y گذاشته. ما چرا؟ چون انتگرال نظر به x نمیگیریم، انتگرال ما نظر به y میگیریم، و به خاطر که نوشته کردیم dy. وقتی نوشته میکنیم dy، این رقم معنا میده که ما انتگرال نظر به متحول ما y، نظر به y میگیریم. حالا اگر ما در قسمت بیاین متحول انتگرال گیری x، x نیه که ما نظر به x بیاییم انتگرال بگیریم، بگیم توان x میاییم جمع یک میکنیم به مخرج هم نوشته میکنیم، او زمانیه که dx باشه، ولی اینجا dyه. پس میاییم چیکار میکنیم؟ به جا x مربع y نوشته میکنیم. خب به جا x مربع y حالی انتگرال حساب کردیم، پای عدد ثابت از انتگرال خارج شد، انتگرال y هم میشه چی؟ y مربع بر 2. خب y مربع بر 2 ضرب پای بکنه میشه 1 بر 2 پای y مربع. حالا از 0 تا 1 هم قیمت گذاری کردیم، جواب پیدا شده چی؟ پای بر 2. مثال دوم عزیزا میتونن که در ریاضی کتاب ریاضی صنف 12 صفحه 215 ببینن. گفته حجم جسمی را که از دوران بین تابع y مساوی به جذر دوم 2x و خط x مساوی به 3 به دست آورید، به دست می آید دریابید. خب اول که مثال نوشته می کنم، مثال ما مثال دومه. گفته که حجم جسم را که از دورانه بین تابع y مساوی شده به جذر دوم 2x و خط x مساوی به 3 به دست می آید دریابید. خانال هیچی نگفته، ولی در وقت رسم کرده منظوری بوده که اول میور y باید بگه اول میور x. حالا منظور از این سوال بوده اول میور x، اول میور x به دست می آید حساب نمایید. خب وقتی میخواییم حجم اجسام دورانی به دوره میور x حساب کنیم، فرمول داشتیم که انتگرال از a تا به b پای میگفتیم f x کل مربع dx. دوره میور x وقتی جسم دوران میکنن متحول انتگرال گیری dx میشه، دوره میور y متحول انتگرال گیری d y میشه. خب حالا میایین f x یا y فرق نمیکنه، v مساوی میشه. انتگرال سر عدد انتگرال a تا b کجایه؟ وقتی میگه اول محور چی؟ اول محور x و خط x مساوی به چی؟ 3. پس از 0 تا به 3 پای خودیم به جا fx، fx یعنی y، y مساوی به چی شده؟ جذر 2x کل مربع ایم کل مربع dx ایم dx. خب حالا میایم ساده میسازیم، b مساوی میشه پای عدد ثابت میشه از انتگرال خارج بکنین، انتگرال 0 تا به 3 جذر 2 که ما مربع بکنین میشه 2، x که ما مربع بکنین داخل جذر میشه x، در حقیقت جذر x که مربع بکنین، یا برای ساده تر میشه بگیم که همین توان کل به درجه خلاص بکنین، 2x از جذر چکار میشه؟ بیرون میشه. حالا 2 باز عدد ثابته، میشه که از انتگرال خارج بشه و همراه پای ضرب میخوره میشه 2 پای. خب انتگرال x هم میشه چی؟ توان x جمع 1 میکنیم و مخرج هم نوشته میکنیم، 1 جمع 1 میشه 2 بر 2، انتگرال خلاص شد، 1 قیمت گذاری دیگه به کار داره، این 2 رو میشه به این 2 خلاص بکنین، حجم مساوی میشه. حالا به جای x میگذاریم 3، 2 به توان 3، 2 به توان 3 میشه چی؟ ببخشیم 3 به توان 2، 3 به توان 2 یعنی 3 ضرب 3، 3 تا به 9 تا ضرب پای میشه 9 پای. خب حد بالا منفی حد پایین، حد پایین چون 0 0 به توان 2 0، ضرب پای هم 0 میشه، پس جواب نهایی میشه چی؟ جواب نهایی میشه 9 پای.
خب خدا کنه که این بحث عزیزای ما فهمیده باشن. یک یادداشت دارین، بعد میرین به سراغ یادداشت، ببینیم در یادداشت چی گفته. در یادداشت برای ما گفته که اگر ما یک ساحه که بین دو تابه قرار داره، ای بیای به دور میبر X یا به دور میبر Y بچرخه، چی رقم میشه که ما حجم از این جسم، حجم از این جسم دورانی که به وجود میایه ما حساب بکنیم. خب این سوال یک بار دیگه توضیح میدم. مثال دو، صفحه 215 ریاضی صنف 12 اون گفته حجم جسم را که از دوران بین تابع Y مساوی شده به جذر دوم 2X و خط X مساوی به 3 حول میبر X به دست میایه حساب بکنید. خب وقتی ما میخواستیم حجم اجسام دورانی یا ساحه‌ای که به دور محور x دوران میکرد، حجمی که ایجاد میشد در فضا به دور محور x میخواستیم حساب بکنیم، فرمول داشتیم v مساوی میشه انتگرال معین از a تا b پای f x کل مربع dx. خب الان سرادای انتگرال، چون گفته حول محور x، اگه محور x بیاریم سیستم کمیات وزیه، تقاطع محور x و y مبدا در نظر بگیرین از 0 و خط x مساوی به 3 تا به 3 میشه، از 0 تا به 3 پای به جای fx، fx یا y، y مساوی شده به جذر دوم 2x مربع یا مربع. پای عدد ثابت از انتگرال خارج میشه، ای توان هم به درجه خلاص، 2x هم از جذر خارج میشه، 2 پس از انتگرال خارج میکنه، میشه ضرب پای میکنه، میشه 2 پای، انتگرال x را هم میگیریم، میشه x مربع بر 2. قیمت گذاری میکنین، حد بالا منفی حد پایین، به جای x میگذاریم 3، 3 به توان 2، یعنی 3 ضرب 3 میشه 9، ضرب پای کردیم 9 پای. 0 که بگذاریم 0 به توان 2 میشه 0، ضرب پای 0، 9 پای منفی 0 میشه 9. پس جواب پیدا میشه چی؟ 9 پای منفی 0 میشه 9 پای، پس حجم حاصله برابر میشه به 9 پای. یک یاد داشت کتاب گفته ببینیم در یاد داشت چی گفته. اگر ما دو تا تابع داشته باشیم، مثلا y1 مساوی باشه به fx و y2 مساوی باشه به gx، دو تا تابع باشه، گفته اگر y1 مساوی باشه به fx و y2 مساوی باشه به gx در انتروال بسته، در انتروال بسته از a تا به b متمادی باشه، یعنی گراف ها اینا که رسم میشه کدام کندگی از همدیگه نداشته باشن، تمام نقاط به هم چسبیده باشه و حجم جسمی که از دوران بین مساحت های تابع fx و gx به دست میایه، حجم جسمی که از دوران مساحت های تابع fx و gx و خط x مساوی به a و x مساوی به b به دست میایه، از این فرمول میتونیم چیکار بکنین؟ حول محور x تشکیل میشه به دست بیارین. خب ببینیم عزیزا، ما فرمولی که داشتیم میگفتیم که حجم اجسام دورانی به دور محور x، میگفتیم که انتگرال، البته علامه انتگرال هم درست نداد، انتگرال از a تا به b پای fx کل مربع dx. حالا چی تغییر می آید؟ v مساوی میشه انتگرال از a تا به b پای خودیا fx، اینجوری که مساحتی بود یا همون ساحه‌ای بود که به دور محور x یا به دور محور y میچرخید. وقتی علامه انتگرال گیری x باشه، یعنی نظر به x ما انتگرال بگیریم، خب معلومه که ساحه به دور محور x میچرخه. خب حالا اینجی یک مساحت به بین از اینا وجود داره، حالا فرض کدام مساحته که میچرخه به دور محور x؟ بر فرض مثال فرض به این بگذاریم که این باشه تابع fx شما، این تابع چی باشه؟ fx باشه. حالا مثلا این هم باشه تابع gx باشه، یعنی اینجی یک مساحت در نظر گرفته بشه، یعنی این ساحه فرض بکنه میای به دور محور x میچرخه، در کدام خط؟ در خط مثلا اینجا بگین این نقطه رو بگیم A، اینجا هم یک خط دیگه در نظر بگیرین، این نقطه رو بگیم B، یا اصلا بگیم که گراف یک شکل دیگه رسم بکنین که واضح تر بشه، حالا مثل کتاب هم نباشه مهم نیه. فرض کنین که یک تابع شما به این شکله، حالا یک تابع شما به این شکله، یعنی ساحه فرض کنیم از X مساوی به A و
به x مساوی به b. دور محور x میای میچرخه، یعنی ساحه به دور محور x میچرخه. خب ما اگر خواسته باشیم حجم جسمی که از دوران از این ساحه که این مساحت بین تابع fx به gx قرار داره به دست میایه، در فرمول چی تغییر میایه؟ فقط این مساحت رو باید پیدا بکنیم، چون ما در اصل وقتی میگفتیم fx مربع، اینجا باز این مساحت وقتی خواسته باشیم پیدا بکنیم چی کار میکردیم؟ میگفتیم تابع بالای منفی تابع پایینی. خب فرض به این بگذاریم که تابع fx شما با بالا باشه، پس اینجا میگیم فقط به جا از این fx میگیم fx منفی gx کل مربع dx. خلاص. حالا یک تابع را از هم دیگه چی کار میکنیم؟ تفریق میکنیم، به دست میایه. خب خدا کنه که بحث فهمیده باشه. حالا ما به جای fx میتونیم y1 بنویسیم، به جای gx هم میتونیم y2 بنویسیم. پس میتونیم اینجا نوشته هم بکنیم y1 منفی y2 کل مربع dx. خب حالا اگر همی حجم بیای به دور محور y بچرخه، انتگرال از a تا b پای خودی رو اینجا دیگه نمیگیم fx y1 و y2 هم نمیگیم، میگیم x1 و x2، x1 منفی x2 کل مربع دی اکس دیگه نمیگن، چی میگن؟ دی وای میگن. در فرمول همین تغییرات به وجود میآیه و بنابراین میتونیم حجم ساحه دورانی که بین دو تابع قرار داره به دور محور اکس یا به دور محور وای از فرمول های مربوطه اینا به دست بیاریم. دور محور اکس فرمول اینه و دور محور وای فرمول اینه. خدا کنه که بحث فهمیده باشیم. حالا میریم به مثالایی که در این بخش داره. خب مثال اول در صفحه 216 داریم، گفته حجم جسمی را، میام مثال نوشته میکنم که ازای ما کامل بحث درک بکنم. مثال گفته حجم جسم را که از دوران مساحت مساحت بین منحنی وای مساوی شده به x مربع و وای و خط وای مساوی به x اول میبر x به وجود میای حساب بکنید. اول محور x به وجود می آید حساب کنید. حجم جسم را که از دوران مساحت بین منحنی y مساوی به x مربع و خط y مساوی به x اول محور x به وجود می آید حساب بکنید. خب اول ما باید بیاین تا یک اندازه گراف ها از اینا رو ما رسم بکنیم. شما می فهمیم که تابع y مساوی به x مربع این گراف اینه، محور x محور y پارابولاه و خط y مساوی به x خطی که از مبدا کمیات وزیه میگذره و ناصف نایی چیه؟ نایی اول و نایی سومه. انمی مساحت به دور محور چی میچرخه؟ به دور محور x میچرخه. حال در این مساحت چرا ما لازم بوده که گراف رسم بکنیم؟ به خاطر که بفهمیم که کدام تابع در امی جایی که اینا همدیگر قطع کردن بالاتر قرار داره یا بیشتره. وقتی این گپ فهمیدیم دیگه موضوع حله. بعد میاییم به فرمول، خلاص دیگه حجم حساب میکنیم. وی مساوی میشد به انتیگرال پای. خب حالا ما چی بگیم؟ ما در اصل اگری بیاییم وای یک بگیم، این وای دو بگیم، چون که وای دو بیشتر از وای یکه پس میگیم در امی سایه، پس میگن x منفی x مربع، چون در فرمول داشتیم که
وای دو منفی وای یک یا وای یک منفی وای دو. ما فقط تابعی که بیشتره میم چیکار میکنیم؟ تابعی که بیشتره منفی تابعی میکنیم که کمتره. در نمو ساحه که دوران میکنه به دور میبر مربوطه. خب پس بنان بحث فهمیدیم دیگه، کدام مشکلی هم از این بحث وجود نداره. پس میگین به فرمول که بیایید، به فرمول که بیاین، ما فرمول در بحث یادداشت برای شما عزیزا گفتیم، گفتیم وای یک مربع منفی وای دو مربع. خب ما اونجا فکر میکنم که نمیشه کدام وای یک منفی وای دو کل مربع، معذرت، وای یک مربع منفی وای دو مربع میشه. حالا در اینجی ما گفتیم که تابعی که بیشتره وای مساوی به اکس، ای بیشتره، پس میگیم وای یک مربع. حالا اگر ای بیاییم اسم وای یک بگذارید، ای چی میگیم؟ وای دو منفی وای دو مربع، وای دو مربع. اینجا علامت انتگرال گیری چی نوشته میکنیم؟ دی اکس. سلاد انتگرال گیری از کجا گفتیم؟ گفتیم از اتابی. حالا اتابی ما از کجا بفهمیم؟ در حقیقت جایی که ای دو گراف هم دی گراف چی کار کردن؟ قطع کردن. خب از کجا قطع کردن؟ یک نقطه و صفر. پس میگیم از صفر و این نقطه و چنده؟ باید این هم بفهمیم. پس ما باید بیاییم ایتابی ها با هم مساوی قرار بدیم، یعنی وای یک مساوی به چی قرار بدیم؟ وای دو قرار بدیم. به جا وای یک اکس داریم، به جا وای دو هم اکس مربع داریم. این که بیاریم این طرف وای منفی اکس مربع مساوی به صفر میشه. برای حل از این معادله یک اکس که فاکتور بگیریم، اکس که از این فاکتور بگیریم، اکس مربع اکس که تقسیم اکس کنیم اکس، اکس مربع که تقسیم اکس کنیم میشه x، مساوی میشه به چی؟ صفر. یک x مساوی میشه به صفر، یک منفی x هم مساوی به صفر. منفی x خودی و یک تیر کنیم مثبت، یکی طرف منفی یک، اطراف را که منفی تقسیم بکنین x دو ما مساوی به چند میشه؟ یک. پس حالت انتگرال گیری شد از صفر تا یک. حالا میایم خیلی راحت حجم پیدا میکنیم، v مساوی میشه به انتگرال صفر تا به یک پای. پای خودی رو به جا وای یک، به جا وای یک داریم اکس مربع میکنیم، چون به فرمول داریم وای یک مربع، یعنی به جا وای یک قیمت رو میگذاریم مربع هست مربع میکنیم. منفی وای دو، وای دو مربع. حالا وای دو برابر به اکس مربعه، پس ما اکس مربع که مربع کنیم اکس به توان چی میشه؟ چار میشه. اینجا میگیم چی؟ دی اکس. حالا حجم حاصل وی مساوی میشه پای خودی رو انتگرال x مربع. توان میم چی کار میکنیم؟ توان جمع یک میکنیم، توان دو جمع یک که بکنیم میشه 3 بر 3 منفیه، توان 4 جمع یک که بکنیم 5 بر 5. کل از این ضرب چی میشه؟ ضرب پای هم میشه. حالا از کجا؟ از 0 تا به 1، یعنی یک دفعه میایم به جا x یک میگذاریم، یک دفعه به جا x میایم 0 میگذاریم و این دو تا رو از هم دیگه تفریق میکنیم. حالا اگر ما بیاییم یک بگذاریم، وی مساوی میشه پای خودیم، قوس از اینجا شروع میکنیم، یک به توان سه میشه یک، یک بر سه منفی، یک به توان پنج هم یک، یک بر پنج، حد بالا منفی حد پایین. حالا به جا اکس که صفر بگذاریم، صفر به توان سه میشه صفر، تقسیم عدد هم صفر، صفر به توان پنج صفر، تقسیم عدد صفر، صفر منفی صفر صفر، ضرب عدد صفر، پس اینجا میشه منفی صفر. حالا میایم این قسمت حساب میکنیم، اینجا که مخرج مشترک بگیریم 3 5 تا 15 تا 15 که تقسیم پای خودیم، اینجا اومدیم مخرج مشترک گرفتیم 3 5 تا 15 تا 15 که تقسیم سه کنیم 5 5 1 به 5 منفی 15 که تقسیم 5 بکنیم 3 3 1 به 3. پس بنابراین 5 منفی 3 هم میشه 2، 2 بر 15، ضرب پای که بکنیم میشه 2 پای بر 15. این میشه حجم حاصله ای که از دوران مساحت بین منحنی وای مساوی به x مربع و وای مساوی به x به دست میآید. خب خدا کنه که بحث عزیزای ما فهمیده باشن و درس ما از این مثلا هم خلاص شد. بیاییم به درس بعدی، محاسبه طول قوس. قبل از اینکه بیاییم به محاسبه طول قوس بپردازیم، چند دقیقه یا چند لحظه قبل من فرمول که نوشته کردم و متاسفانه نوشته کردم که حجم حاصله از دوران بین منحنی ها، از دوران بین منحنی ها به دور میبر x، گفتم که fx یک منفی fx دو کل مربع، همو کل مربع نیه، fx یک مربع منفی fx دو مربع، یا x یک مربع منفی x دو مربع، یا y یک مربع منفی y دو مربع.
به عباره ساده اگه به دور محور x باشه میگیم y یک مربع منفی y دو مربع، اگه به دور محور y باشه میگیم x یک مربع منفی x دو مربع. حالا x یک و x دو خود شما انتخاب میکنید. x یک و x دو چیه در اینجا؟ x یک و x دو تابعی که بالاتر قرار داره و تابعی که پایین تر قرار داره، y یک و y دو هم و تابعی که بالاتر قرار داره و تابعی که پایین تر قرار داره. به دور میبره x متحول انتگرال گیری ما x و تابع ما y، به دور میبره y متحول انتگرال گیری ما y و تابع ما x. متوجه از این نکته هم باشین، خدا کنه که بحث فهمیده باشین. محاسبه طول قوس. بحث محاسبه طول قوس صفحه 217 ریاضی صنف 12. خب بحث چی رقمه؟ ما میگیم یک قوس در نظر میگیریم، یک قوس در نظر میگیریم. حالا ببین شکل، اگر ما خواسته باشیم طول از این قوسه، از این نقطه‌ای که شروع شده به نام A تا به این نقطه ای که ختم شده مثلا B، طول انمی قوس ما خواسته باشیم چیکار بکنیم؟ حساب بکنیم. خب بستگی به ای داره که ای گرافی که ما در اینجا داریم، ای تابع ما مثلا معادله که ما داریم یا تابعی که ما داریم، تابعی که ما داریم اگر متحول x باشه یا متحول y باشه یا تابعی باشه که مثلا ما دو تابع داشته باشه، مثلا یک تابع ما مثلا فرض کنین f x مساوی باشه، x مساوی باشه مثلا به f y و یا مثلا y مساوی باشه مثلا به f x، دو تابع داشته باشه یعنی دو متحوله باشه. ما بستگی به ای داره که ما طول قوس از خودمون فرمول بیاریم چیکار بکنیم به دست بیاریم. حالا میایم در کتاب گفته سوال اول که تاب چطور میتونیم طول رسمان مقابل گفته دریافت بکنیم. رسمانی که به صورت قوسه چطور گفته میتونیم طول از این دریافت بکنیم؟ به کمک انتگرال ما میتونیم طول از این چیکار بکنیم؟ دریافت بکنیم. فعالیت گفته، گفته بالای محور مختصات قائم مونانی وای مسی به افکس بین انتروال های مسیر شده از ای تا به بی، انتروال هم بسته در نظر گرفته و آن را گفته ای بی به نام این طوری که تابع در انتروال مذکور متمادی و مشتق پذیر باشه. بس چیه؟ بس اول اینه که تابع متمادی باشه، یعنی قوس ما باید پیوسته باشه. ما وقتی میخواییم طولی رو پیدا بکنیم متمادی، شرط ای که تابع متمادی باشه در بحث لیمیت خوندیم، گفتیم سه شرط داره برای متمادیت: عدد در دومین شامل باشه، لیمیت دست راست و دست چپ داشته باشه، یعنی در همون نقطه‌ای که ما می‌خوایم بررسی بکنیم که تابع متمادی یا غیر متمادی، سه شرط باید داشته باشه: همون عدد در دومین شامل باشه، در اطراف همون عدد لیمیت باید داشته باشه، یعنی که لیمیت دست راست با دست چپ مساوی باشه، و قیمت لیمیت با قیمت عددی در تابع برابر باشه. این تابع میشه متمادی. اما بحث مشتق پذیر گفته هم متمادی باشه هم مشتق پذیر. یک مثال بود که ما بحث کردیم که گفتیم تابعی که مشتق پذیر باشه حتما متمادی هم هست، ولی تابعی که متمادی باشه شاید در یک نقطه مشتق پذیر نباشه. خب حالا وقتی که تابع ما مشتق پذیر باشه پس حتما متمادی هم هست، و گفته این اینتروال به 3 تقسیم بکنین. حالا فرض کنیم ما میایم این اینتروال به 3 تقسیم میکنیم، یک سر ای دوی سه، ای هم سه سه، ای سر اگر بگیم x1، ای سر هم اگر بگیم چی؟ x2. کتاب از ما خواسته نمی کاره بکنید. انتروال بسته a و b گفته به 3 تقسیم بکنین و طول قوس های x1 و x2 را به m1 و m2 نشون بدین. یعنی ما بیایم این طول قوس ها، یعنی قوس کلونه، یک m1 بگین وقتی به 3 تقسیم کردین، یک قوس m1 بگین، یک قوس m2 بگین. خب به هر حال حالا ما طول قوس x1 و x2، x1 این نقطه ای، x2 هم این نقطه ای، انمی طول قوسه گفته، انمی طول قوس شما بیاین به چی نشون بدین؟ به m1 نشون بدین و به m2 نشون بدین، انمی طول قوسه. خب این کار هم ما کردین. گفته خب یک بار دیگه میگم انتروال
بسته A و B بسته C مساوی گفته تقسیم کنین و طول قوس X1 و X2 به M1 و M2 نشون بدین و نشون بدین و گفته از نقطه M1 یک قطع خط به M2 رسم بکنین. ما اگر بیایم از این یک قطع خط رسم بکنیم، قطع خط خب میفهمیم خط مستقیمیه، یعنی یک قطع خط میشه. خب این اگر ما بگیم دلتا X بگیم، این هم بیایم چی بگیم؟ دلتا Y بگیم. در اینجا یک مثلث چی میشه؟ یک مثلث قائم الزاویه میشه. گفته که از نقطه M1 یک قطع خط به نقطه M2 و خط دیگر را به مقابل آن رسم کنیم و نقطه تقاطع هر دور H بنامیم. منظور این همین خطیه که ما مقابل از یک قطع خط رسم کردیم و از اینجا اومدیم یک خط رسم کردیم و این نقطه که اینا هم دیگر قطع کرده، گفته این نقطه را H بنامیم. ما این کار هم کردیم و بعد گفته M1 H دلتا X بگین، M2 H M1 H دلتا X بگین، M2 H دلتا Y بگین. این کار هم ما جلوتر انجام دادیم. نامگذاری کنیم و طول قوسی که در مقابل وترمی مثلث قائم الزاویه M1 H M2 قرار داره با استفاده از قضیه فیثاغورس حساب کنیم و نتیجه فعالیت فوق می توان طول قوس مقابل وتر مثلث را چنین به اثبات رساند. خب وقتی ما خواسته باشیم که انمی طول قوس پیدا بکنیم، در اصل ما میگیم چی؟ قضیه فیثاغورس داره ما میگفت که مربع وتر یعنی وتر به توان 2 برابر به مجموع مربعات اضلاع قائم. اضلاع قائم اینجا چیه؟ دلتا x مربع جمع چی؟ دلتا y مربع. این گپ خو میفهمین. حالا اگر ما بیایم m1 m2 پیدا بکنیم، m1 m2 m1 m2 پیدا بکنیم، البته خط خطه طال قوس نیه، از دو طرف چه کار میکنیم؟ جذر میگیریم. این که جذر بگیریم توان به درجه خلاص میشه، این جمع میشه جذر دلتا x مربع جمع چی؟ جمع دلتا y مربع. خب تا اینجا که کدام مشکله؟ امشالله نیه. متوجه به یک موضوع باشین که اینجا گفته که نظر به تعریف مشتق. وقتی شما یک تابع داریم مثلا میگیم ft، ft به این معنیه که متعول می انتگرال گیری، متعول بس مشتق گیری ما اینجا تیه. وقتی میگیم تابع ما اینجا f، خب ما چی میگیم؟ فرض کنیم که همین ft یک تابع باشه به x نشون بدیم، یعنی x مساوی به ft باشه. خب اگر ما خواسته باشیم از این مشتق بگیریم، یعنی f زبر t در نظر بگیریم، ما چی میگفتیم مشتقه؟ مشتقه میگفتیم دلتا y بر دلتا x. دلتا y بر چی؟ بر دلتا x. خب ما اینجا اگر یاد شما باشه خود مشتق تعریف ای بود که لیمیت دلتا y بر دلتا x زمانی که دلتا x به چی تقرب میکرد؟ به صفر تقرب میکرد. این میشود چی؟ y زبر. حالا ما اینجا دلتا y بر دلتا x که میگیم تزاید تابع بر تزاید متحول، تابع ما x هست، پس ما اینجا نوشته میکنیم دلتا x بر چی؟ بر متحول ما اینجا x نیه دیگه، در اینجا t هست، تابع ما x هست، متحول ما t هست، پس اینجا نوشته میکنیم چی؟ دلتا t. خب به من اگه یک موضوع دیگه، اگر g a t مساوی به فرض مثال به y باشه، به این معنیه که تابع ما اینجا چیه؟ تابع ما اینجا y، متعول ما اینجا چیه؟ t. پس ما اینجا نوشته میکنیم که g زبر t، g زبر t چی میشه؟ g زبر t ما مساوی میشه به مشتق، وقتی میگفتیم گفتیم تزاید تابع بر تزاید متعول، تابع ما اینجا y، پس میگیم دلتا y، البته بس لیمیت هم دارین. خب بر دلتا متعول چیه؟ تیه. البته اینا ما میشه دلتا نگیم، دی بگیم. به خاطر چی؟ به خاطر که مشتق باید اینا دی گفته بشه. وقتی دلتا میگن لیمیت هم پس باید ضروریه نوشته بشه. اما کتاب این نکته مرهات نکرده. خب به هر حال. خب اگر ما خواسته باشیم از اینجا بیاین، چون لیمیت ما کوچکه نمود میشد دلتا بگیم. دلتا گفته همون در حقیقت دیه. اگر ما طرف وسط بکنیم از اینجا چی را پیدا میکنیم؟ دلتا x را پیدا میکنیم، از اینجا مخرج یک بدیم، دلتا x برابر میشه به f زبر t ضرب دلتا t. و از اینجا اگر ما طرف وسط بکنیم دلتا y برابر میشه، طرف وسط بکنیم میشه g زبر t، ما باز اینجا x نمیشه کدام مذارت t. خب g زبر t ضرب چی؟ ضرب دلتا t. حالا اگر ما بیاییم به این فرمول بگذاریم M1 M2، وقتی ما به این فرمول بگذاریم به جای دلتا x چی میگذاریم؟ میگذاریم که f زبر f زبر t f زبر t دلتا t جمع.
به جا دلتا وای چی میگذارین؟ به جا دلتا وای میگذارین که جیزورتی دلتا تی، جیزورتی دلتا تی. اما یک چیز فراموش نکنین، این مربع، وقتی مربع باشه این هم مربع میشه، این هم مربع میشه، این هم مربع میشه، این هم مربع میشه، تحت جذر هم تحت جذر. خب این شد طول قوس، این شد انمی قطع خط. حالا اگر ما خواسته باشیم طول قوس پیدا بکنیم، پس ما یک طول قوس از اول تا آخر پیدا بکنیم، باید اینا هم با هم مجموعه بکنیم، پس باید مجموعه ریمان نوشته بکنیم. پس مجموعه ریمان چی میشد؟ مجموعه ریمان میشد انمی کل می طول، اگر ما خواسته باشیم میایین این قوسایی که کلا دارین همگی مجموعه میکنیم، پس میایم نوشته میکنیم لیمیت، به خاطر که این طول قوس طول قطع خط برابر بشه باید لیمیت نوشته بکنیم. لیمیت چی؟ لیمیت مجموعه ریمان. مجموعه ریمان در حقیقت اینجی انمی تابع ما هسته اف زبر تی مربع دلتا تی مربع دیگه ما باید ال بگم، ال مساوی شده. به جای از چی نوشته میکنیم؟ اف زبر تی کل مربع، جی زبر تی کل مربع، دلتا تی را میشه که فاکتور بگیریم و از جذر بیرو کنیم، تنها همی به داخل چی باشه؟ جذر باشه. حالا وقتی ما میخواییم که طول نمی قوس پیدا بکنیم، یک لیمیت اینجا نوشته میکنیم لیمیت. خب مجموعه ریمان ماند دیگه، مجموعه علامه مجموعه ماند، لیمیت مجموعه اف زبر تی مربع جمع جی زبر تی مربع، این جمع چی نوشته میکنیم؟ دلتا تی. خب آیا میگیریم از یک شروع شده تا به این، دلیل این به چی تقرب میدیم؟ به لایتنایی. ای برابر میشه لیمیت مجموعه ریمان برابر بود به انتیگرال ال مساوی میشه به چی؟ انتیگرال. حالا تابع ما اینجگاه وقتی دو متعول داره پس میشه چی؟ پس میشه که انمی میشه تغییرات از یه به چی شکل میشه؟ به قسمت من پاک بکنم، این میشه به جا همین لیمیت مجموعه ریمان نوشته کنیم انتیگرال تابع، انتیگرال از A تا به B جذر. خب F زبر T، F زبر T کل مربع جمع G زبر T کل مربع، ایران دیگه DT نمیگین، میگین دلتا T نمیگین، DT میگین. این شد فرمول ثبوت فرمول طول قوس. خب خدا کنه که بس عزیزای ما فهمیده باشن و ما فقط اومدین فرمول ثبوت کردیم که وقتی خواسته باشین که طول قوس ما بیاییم حساب بکنیم، در صورت که ما یک تابع ما X باشه و یک تابع ما Y باشه و هر دو تابع ما از جنس متحول T باشه، ای F T بود، ای G T بود، اگر ما خواسته باشین بیاییم طول قوس پیدا بکنین از این فرمول حساب میکنه، میگه اف زبر تی کل مربع جمع جی زبر تی کل مربع دی تی از ای تا بی. اما اگر همین گپ آخر رنبا با اون که فرمول جمع بشه، اما اگر تابع ما اینجی مثلا اکس مساوی شده به اف تی و وای مساوی شده به جی تی، تنها اف اکس باشه یا تنها مثلا تابع ما جنس اکس باشه یا تابع ما از جنس وای باشه، یعنی تابع اکس باشه متحول وای باشه یا تابع وای باشه متحول اکس باشه، پس طول قوس میشه که از این فرمولا حساب بکنین انتیگرال، انتیگرال از ای تا به بی جذر میشه یک مثبت اف زبر اکس، اینجا میشه دی اکس. ولی اگر باز ال مساوی میشه به انتیگرال از A تا به B یک مثبت F زبر Y کل مربع تحت جذر، اینجا نوشته میکنیم چی؟ D Y، در صورتی که تابع ما گفتم که Y باشه متحول انتیگرال گیری مثلا X باشه این میشه طول قوس، اگه متحول انتیگرال گیری Y باشه این میشه طول قوس.
خدا کنه فهمیده باشین. وقتی متحول انتگرال گیری وای باشه، پس تابع چی میشه؟ تابع اکس میشه. وقتی متحول انتگرال گیری اکس باشه، تابع چی میشه؟ تابع وای میشه. خدا کنه که بحث فهمیده باشین. یک فرمول برای دریافت طول قوس، این دو فرمول، این هم چی؟ این هم سه فرمول. اینجی متحول انتگرال گیری اکس، اینجی متحول انتگرال گیری وای، اینجی متحول اکس، یعنی ما تابع پس وای میشه، اینجی متحول وای پس تابع اکس میشه، اینجی متحول که ما در نظر میگیریم تابع ما هم x هم y، متحول ما باز t از جنس یک پارامتر سوم تعریف شده. یک فرمول، دو فرمول، سه فرمول. برای جلسه بعدی از این فرمول ها سوال کار میکنین و بحث بیشتر توضیح میدین. وقت ما پایان رسیده، خدا برکت از جلسه امشب استفاده مفید کرده باشین. وقت برای شما خوش، موفق و کامیاب.